من میخواستم بپرسم ایشون که در آلمان زندگی میکنن، در مدرسه و دانشگاه اجازه آموزش و درس خوندن به زبان کردی ندارن، آیا هویت کردی و قومیتشون نادیده گرفته شده که اجازه ندارن درسشون به زبان کردی بخونه ایشون یا فرزندشون یا فرزند دوستانشون که کرد هستن به زبان کردی میتونن تو مدرسه درس بخونن یا نه؟ این یه سوال. سوال دوم، و این اجازه ندادن معنی نادیده گرفتن هویت و قومیت ایشون بوده یا دلیل دیگه ای داشته؟ خب اگر آقای تفلیچی معتقدند هر غیر فارسی که در ایران وجود داره مثل من یک مهاجر و غیر ایرانیه، سوالشون رواست. این یک. دومن بنده عرض کردم آموزش به زبان مادری، نگفتم حق صحبت کردن یا یاد گرفتن. سومن در همین آلمان شما میتونی کردی بخونی. محض اطلاعتون سال گذشته به اصطلاح چلینک ها یا چپ ها طرحی رو به پارلمان دادن، اتفاقا حالا چون شانس من کردم دیگه، اتفاقا ما در این مورد همه انسان ها حرف میزنیم، فقط محض اطلاعتون که باید حقوق ویژه یک ملت بهشون داده بشه، چون اگر به عنوان ایرانی باهاشون برخورد بشه حقوق یک ایرانی و حق آموزش زبان فارسی بهشون داده میشه. اصل زبان فارسی رفتی به دوره رضا شاه نداره، در دوره رضا شاه یک روند جدیدی، یک دوره جدید شروع شده. شما اگه دعوایی دارین برید با فردوسی و با دقیقه طوسی و با از زمان دوران حکومت آل بویه و از اون موقع برید شروع کنید دعوا، رضا شاه خود جدیده. بحث زبان فارسی، بحث هویت ملی ایرانی و وحدت ملی ایرانی یکی از ارکان مهم شاکله هویت ایرانی، ربطی به حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی و حکومت قبل از پهلوی و بعد از جمهوری اسلامی نداره. بحث یک در ایران وجود داره، همونطور که میبینید در این بحث مسئله آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری کسانی به بحث ورود کردن که کوچکترین علاقه به حکومت فعلی ایران ندارن، یا برعکس کسانی که در حکومت فعلی هستن برعکسش به دفاعش برخواستن. ایشون گفتن در ایران آموزش به زبان مادری وجود داره، من نمیدونم کجا وجود داره، در حالی که حتی وقتی شخصا آموزشگاه بذاری حداقل 4 مورد من در کردستان خبر دارم که زندانی کشیدن بابت اینکه آموزشگاه گذاشتن، شخصا پولش هم دادن، در حالی که در مذاکرات دور اول مجلس الان در دست من است، آقای بهشتی میفرماید وظیفه دولت است که هزینه آموزش زبان مادری رو پرداخت کند. برای خیلی از کسانی که مسئله دغدغه آموزش به زبان مادری دارن این نگرانی وجود داره که این ماجرا آغاز یک رونده و برای به اصطلاح شکاف انداختن در وحدت ملی و هویت ملی و تمامیت ارضی ایران. اگر این بهش توجه بشه اون وقت خیلی مسائل میتونه بعدن بگه که 70% بچه‌هایی که دو زبانه هستن در دوره اول تحصیل دچار چیز میشن، دچار افت تحصیلی و وضعیت نامطلوب تحصیلی و آموزشی دارن، که این نه اینجا، همه جای دنیا این وضعیت وجود داره، این واقعیته. نکته دیگه که حالا باز از این فرصت استفاده میکنن اینی که ببینید این دوستان که هی میگن نگران ایرانن و این مرزه و این نمیدونن اله و بله و اینا، خب حقیقت اینکه میگم شما هستی شناسی از راه زبان شکل میگیره، وقتی از راه زبان مادری این آموزش رو دادی، حتی همون تمامیت ارضی و اون ایران عزیز و اون فردوسی و اون شاهنامه و اینا که برای بعضی دوستان مثل دین اسلام قرآن نهج البلاغه است، حتی اونا رو شما اگه به کردی بهش آموزش بدی، برای اون شهروندی که شما خیلی دوست داری، ولی شما منظورمون نظریات جناب تفتیش شما رو نمیگن، مجموعه نظریاتی که بر این باورن، خب از اون راه این درک هویت ملی که قرار ساخته بشه که بهتر و عمیق‌تر اتفاق میفته تا از طریق یه زبان میانجی. آموزش زبان مادری یکی از راه‌های تقویت وحدت ملی و وفاداری اقوام و قومیت‌های مختلف در سراسر کشور به هویت ملیه. اگر ما هر تجربه نشون بده هر حکومتی جلوی آموزش زبان مادری رو بگیره، نتیجهش جز تفرقه و ایجاد نارضایتی و رشد عدم وفاداری به منافع ملی چیز دیگه نیست. یعنی ایشون حضور من رو در سرزمین خودم معادل با حضور من در آلمان میدونه. خب من عرض کردم داریم مثلا از یک عرب زبانی، یک مرد انسان عرب در ایران در اون جغرافیای سیاسی که اسمش ایرانه حرف میزنیم، نه کسی که مهاجر یا پناهنده است. کشوری مثل کانادا رو داریم که 2 زبان رسمی داره، بلژیک 3 داره، اسپانیا 2 زبان، 1 زبان رسمی داره، 3 زبان رسمی منطقه‌ای داره، حالا این منطقه‌ای رو هم توضیح میدن، سوئیس 4 زبان رسمی داره، هندوستان 3 زبان رسمی، 23 زبان رسمی منطقه‌ای داره، افغانستان بغل شما که
فحش برای فارس‌ها به کسی فحش بدن بهش میگن افغانی، سه تا زبان رسمی داره و در واقع 5 تا غیر رسمی رسمی منطقه‌ای، و عراق 2 تا داره و در دبیرستان‌ها و مدارس دانشگاهش هم به زبان سوریانی یا آشوری یا ترکمنی درس می‌خونن الی آخر. این تجربه حکومت یک ساله فرقه دموکرات آذربایجان هست و یکی هم حکومت جمهوری مهابات هست. در هر دو تا تجربه ما شاهد هستیم که هم دولت‌های خارجی پشت این ماجرا بودن، هم مسئله تجزیه طلبی خیلی جدی مطرح بوده و به طور مشخص برای جدا کردن اون مناطق از ایران تلاش شده از طریق اهرم‌های از قبیل مسئله آموزش به زبان مادری. مسئله آموزش به زبان مادری دست صرف نظر جنبه‌های فنی و تکنیکی و تجربیات مشابهی که وجود داره و خلاف چیزی که آقای شیخ گفتن در خیلی از کشورها منجر به تجزیه شده. اون مثالی که ایشون در همش درست بود، ولی مثالی که منجر به تجزیه کشورها هم شده رو نگفتن. ایشون موارد موفق هم این تجزیه طلبی داشته، البته در افریقا در چند مورد داشته، همین اخیرا در سودان شمالی و جنوبی داشتی و در جاهای دیگه. بنابراین بحث تانزانیا و تانگانیکا، زنگبار و تانگانیکا اینا بسیار و اختلافاتی که با هم داشتن، بنابراین بحث اصلا احساسی نیست، مسئله کاملا آشکار و جدی و علنیه. و اگه ما با یه حکومت دشمنی داریم به حق یا به ناحق، بحث سیاسی رو وارد مسائل فکتوال و آمار نکنیم. زبان کردی رایج زنده است، هیچ دولتی نه حق داره نه امکانی داره که از بین ببره. ترکیه هم اینطور، عربی هم اینطور. اگر این زبان این مردمانی که هموطن شما یعنی کسایی که اینطور دارن از بین میره، آیا فکر نمی‌کنن یکی از زبان‌های کشورشون از بین میره؟ پس از بین رفتن یک ملت و یک زبان و یک نژاد برای شما هیچ اهمیتی نداره، بلکه اون نقشه سرزمینی اهمیت داره. و اینجاست که ما می‌فهمیم که زمین از انسان مهم‌تر است.